دوستان سلام، به کانال ارز دیجیتال PSN خوش اومدید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز قراره راجع به یک الگویی صحبت کنیم که برای ورود به معاملاتتون بسیار بهتون کمک میکنه. با این الگو میتونید وارد ترید بشید و حتی ازش خارج بشید. الگوی بسیار مهم و الگوی بسیار تاثیرگذاری هستش در پرایس اکشن و کندل استیک. خیلی از تریدرهای بزرگ دنیا از این الگو استفاده میکنن برای ورود و خروج از معاملاتشون و بسیار سودده و مفیده. خب دوستان، قبل از اینکه برم سراغ آموزش، خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و روی دکمه زنگوله بزنید و اون رو روی آل قرار بدید تا به محض اینکه ویدیوهای جدید رو آپلود کردم بتونید سریعتر و به موقع تشریف بیارید و اون رو نگاه بکنید. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، الگویی که میخوام امروز بهتون معرفی کنم الگوی انگولف یا پوششیه. حتما سعی کنید تا انتهای ویدیو رو ببینید و روزنامه‌وار نگاه نکنید. تا انتهای ویدیو رو ببینید تا شرایط ورود به معامله رو بتونم کامل بهتون توضیح بدم و متوجه بشید. الگوی انگولف الگویی هستش که بسیار از تریدرهای دنیا دارن ازش استفاده میکنن، حتی به تنهایی. یعنی شما میتونید یک استراتژی معاملاتی برای خودتون داشته باشید، در کنارش برای ورود و خروج از معاملاتتون از الگوی انگولف یا پوششی استفاده بکنید. خب خیلی ها هم همینجوری و فقط از همین الگوی انگولف استفاده میکنن و وارد ترید میشن، که اون هم اگر قوانینش رو رعایت کنید و اصولش رو بدونید میتونید به سودهای خوبی دست پیدا کنید. الگوی انگولفینگ از مهمترین الگوی کندل استیک هستش. این الگو از دو کندل مخالف هم، یکی صعودی و دیگری نزولی تشکیل شده، به صورت که کندل اول سمت چپ کندلی با بدنه کوچک و کندل دوم سمت راست کندلی با بدنه بزرگی که تمامی بدنه کندل اول رو پوشش میده. حالا بذارید بهتون توضیح بدم که این یه پاراگرافی که من خوندم به چه معناست. ببینید، مثلا یک روند نزولی داریم ما، یک روند نزولی شروع شده و این کندل قرمز رنگ رو ما داریم. کندل بعدی که مشاهده میکنیم یه همچین کندل سبز رنگ یا پوشای صعودی یا انگولف صعودی هستش که کل بدنه این کندل تونسته این کندل قبلی خودش رو پوشش بده. در اینجا ما به سایه ها و این میله ها و شادو ها کاری نداریم دوستان، ما به خود بدنه انگولف یا کندل پوششی توجه داریم. ببینید، این کندل که شکل گرفته کل کندل قبل رو پوشش داده، یعنی کندلی بوده که قدرت بالایی داشته، بدنه بزرگی داشته و تونسته کندل قبل یا کندل‌های قبلش رو پوشش بده. ما به این میگیم پوشای صعودی یا انگولف صعودی. بعد از این هستش که تغییر روند رو ما مشاهده خواهیم کرد در 99% مواقع. بالعکسش هم به همین شکله، یک روند صعودی داشتیم، این کندل شکل گرفته و بعد از اون یک کندل قرمز رنگ با همچین سایز بدنه‌ای تونسته که اون کندل قبلی و سبز رنگ رو پوشش بده و یک انگولف نزولی رو یا انگولف پوشای نزولی رو تشکیل بده. توی اسلاید بعد من شرایط ورود و نکاتی که میشه از الگوی انگولفینگ دونست برای معاملات رو بهتون میگم. به معمولا حجم معاملات در کندل دوم نسبت به روزهای قبل بیشتر است و هر چقدر این حجم معاملات بیشتر باشه بر اعتبار الگو افزوده میشه. اینا که من دارم براتون میخونم فقط میخوام یه پیش زمینه ای تو ذهنتون باشه تا من برم روی چارت و روی چارت دقیقاً اینا رو بهتون توضیح بدم. الگوی انگولفینگ در انتهای روند اتفاق میفته و باعث تغییر روند میشه، اون حرفی که توی اسلاید قبل بهتون گفتم. حالت ایدئال الگوی انگولفینگ آن است که بدنه کندل دوم که بدنه بزرگ دارد علاوه بر بدنه کندل اول سایه های اونم پوشش بده. یعنی ببینید، اگر سایه هم داره این کندل قبلی، منظورش اینه که این بدنه اگر بتونه این سایه ها رو پوشش بده که قدرت این انگولف ما رو نشون میده و حالت بسیار مناسبیه.
عرضم به حضورتون اگر کندل اول سمت چپ یک دوجی باشد اعتبار الگو بیشتره. دوجی که میدونید چیه، یه شادو داریم و دو تا شادو داریم، یه شادو بالا یه شادو پایین و یک بدنه خیلی کوچیک در وسطش، این میشه دوجی. حالا من روی چارت بهتون بیشتر توضیح میدم. مشاهده انگولفینگ سعودی در روند سعودی بنگر ادامه دار بودن روند سعودی است، اینم رو چارت بهتون توضیح میدم. اگر کندل دوم علاوه بر کندل قبل خودش کندلای بیشتری رو پوشش بده اعتبار الگو بیشتره که توضیح دادم. اگر کندل دوم یک مارابوزو کامل باشه اعتبار الگو بیشتره که اینم بهتون توضیح میدم. اجازه بدید من برم روی چارت و همه اینا رو روی چارت بهتون نشون بدم که قشنگ متوجه شید، تا انتهای ویدیو رو حتما ببینید. خب دوستان اومدم روی چارت تا بهتون نشون بدم که الگوی انگولفینگ چجوری به کارمون میاد و چجوری میتونیم ازش سیگنال بگیریم و در کنار حالا تحلیل تکنیکال خودمون برای نقاط ورود و خروج هم ازش استفاده کنیم. ببینید دوستان، یک روند سعودی داشتیم ما، یه تایم فریم 5 دقیقه، همون الگویی که من بهتون توی پاورپوینت نشون دادم اینجا شکل گرفته. ببینید یه کندل سبز رنگ داریم که یک کندل قرمز رنگ اومده این رو همپوشانی کرده، کاملا به صورت کامل اومده بدنه کندل قبل رو پوشش داده و حتی پایین تر هم اومده. ما کجا وارد ترید میشیم دوستان؟ ما اجازه میدیم کندل بسته شه، در ابتدای کندل بعدی ما وارد ترید میشیم، میشه این نقطه، این نقطه میشه ورود ما، این نقطه میشه استابلاس ما، یعنی کندلی که انگولف هست 5 یا 6 پیپ قبلترش میشه استابلاس ما یا حد ضرر ما. و سودمون رو کجا قرار میدیم؟ بسته به استراتژیتون متغیره، میتونید 1:2، 1:3 حد ضرر حد سودتون رو قرار بدید و از معامله خارج شید. ولی اگه من بخوام خارج بشم یه نیم نگاهی به سطوح حمایتی و مقاومتی میکنم و اونجا جایی هستش که من خارج میشم. به طور مثال اینجا نقطه خروج من خواهد بود. همونطور که میبینید یه پولبک هم زده قیمت به این ناحیه و بعد دوباره ریزش کرده. ما سودمون رو از اینجا از این ترید میگیریم و خارج میشیم و دیگه طمع نمی کنیم که تا اینجا ادامه بدیم. حالا اجازه بدید من پوزیشن رو در این منطقه باز کنم تا شما قشنگ دقیق ببینید که من چی کار کردم. پوزیشن شورت رو باز میکنم. خب این کندل انگولفینگ ما بود و اینجا جایی هستش که ما ورود میکنیم، استابلاس رو 5 یا 6 یا 10 پیپ بالای کندل انگولفینگ قرار میدم و حد سودم رو در اینجا قرار میدم. شد چند؟ ریسک به ریواردمون شد 3.7. بسیار عالیه، بسیار عالیه. این حد سود نسبت به حد ضرر یکی از بهترین سودا رو به شما خواهد داد. یه نکته جالب دیگه هم که بهتون بگم اینه که ببینید باز اینجا ما یک انگولفینگ سعودی داریم. اینجا انگولفینگ نزولی داشتی و اینجا انگولفینگ سعودی رخ داده. روند نزولی بوده دوستان، یک کندل بلند با بدنه کشیده که تونسته کندل قبلی، کندل قرمز رنگ ما رو هم پوشانی کنه، پوشش بده و نقطه بسته شدنش هم این نقطه است. یه نکته خیلی ریزی رو بهتون بگم، توی بازار رنج از انگولفینگ استفاده نکنید. طول کندل انگولفینگ حداقل باید بلند باشه. مثلا اومدید یک کندل انگولف انقدی پیدا کردید به هیچ وجه وارد نشید. کندل انگولفینگ باید بدنه کشیده داشته باشه نسبت به کندل های ما قبل خودش، مثل این کندل. خب نقطه ورود ما پوزیشن لانگ هستش، نقطه ورود ما میشه این نقطه، ابتدای کندل بعدی. استابلاس ما قرار میگیره زیر شادو انگولفینگ، زیر این میلش. تیک پروفیت ما قرار میگیره در این نقطه. من خودم به شخصه در این نقطه از معامله خارج میشم چون یک سطحی اینجا شکل گرفته، یک ناحیه اینجا شکل گرفته. اینجا جایی هستش که من
خارج میشم. یه راه خروج دیگه هم هست، اونم اینه که وقتی که انگلف نزولی رو دیدید از معامله خارج شید، یعنی تقریبا میشه همین جایی که من خودم قرار داده بودم بر حسب این رزیستنت که اینجا دیده بودم، من اینجا خارج شدم. ولی خب میبینید که اگر ادامه میدادید اینجا، وقتی که این انگلف نزولی رو دیدید، تونستید از بازار خارج بشید و سودتون رو بگیرید. برید توی چارت های مختلف، توی حالا فارکس، توی ارزهای دیجیتال و جاهای دیگه، توی تریدینگ ویو بشینید بارها و بارها تست کنید تا چشمتون به این کندل های انگلف عادت بکنه، به صعود، به نزول. نسخه تست تریدینگ ویو رو اگه نمیدونید که چجوری میتونید استفاده کنید، من ویدیوش رو این گوشه براتون میذارم، میتونید روش کلیک کنید، بدونید که چجوری نسخه تست تریدینگ ویو رو باز کنید تا بتونید توش تریدای تست انجام بدید. یه نکته دیگه هم بگم، اونایی که فارکس کار میکنن، قراره انگلف کار کنن، حالا برای نقاط ورود و خروجشون، اولا توی بازار و مارکت لندن و آمریکا سعی کنن وارد شن، چون اونجا خرید و فروش بالاتره، مارکتی هستش که قدرتش بیشتره و اگه بخواد انگلفی هم رخ بده و عرضم به حضورتون روند قیمتی تعویض بشه و عوض بشه، با قدرت و سرعت بهتری انجام میشه. سعی کنید توی بازار و مارکت آمریکا و لندن ترید کنید. برای ارزهای دیجیتال هم فرقی نداره، فقط اون کندل انگلفینگی که مد نظرتون هست انگلف قابل قبول و کشیده و بلندی باشه. خب دیگه نکته قابل توجهی به ذهنم نمیرسه واسه تون بگم. دوستان شما میتونید معاملاتی که باز میکنید تو نسخه ترید تریدینگ ویو رو برام اسکرین شات بگیرید از این نقطه دوربین عکاسی، سیوش بکنید. ببینید روی سیو که کلیک بکنید یه صفحه میاد که عکس، میتونید این رو سیو کنید روی دسکتاپ یا هر جای دیگه، برام ارسال کنید توی تلگرام. توی تلگرام برام ارسال بکنید، من بهتون میگم که نقطه درستی وارد شدید یا نقطه اشتباهی وارد شدید. حتما این کار رو بکنید، هیچ کی واقعا این کار رو براتون انجام نمیده که بیاد حالا پشتیبانی کنه واسه این که شما یه نکته ای رو یاد بگیرید یا یاد نگیرید. هیچ موقع هیچ کسی باور کنید نمیاد به صورت رایگان این کار رو براتون انجام بده. حالا من این آپشن رو در اختیارتون گذاشتم، شما هم همت کنید و این کار رو انجام بدید، منم کمکتون کنم تا بتونید از معاملاتتون با سود خارج بشید. امیدوارم که آموزش خوبی بوده باشه. اگه دوست دارید از این ویدیوها واسهتون بسازم، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، حتما یه کامنت بذارید که من انرژی بگیرم بتونم از این ویدیوهای آموزشی براتون بسازم. خیلی ممنون که با من همراه بودید، پر انرژی و پر سود باشید. خداحافظ.